درود خدمت علاقمندان دوستان ورزش، علاقمندان سود پلاس، عرض ادب و ارادت میکنم. بسیار خوشحالم خدمتتون هستم تو این سه‌شنبه شب از لندن بارانی و سرد. به حضورتون رسیدم بگم که هفته 29 لیگ برتر فوتبال ایران همین امشب سه‌شنبه با برگزاری همه بازی‌ها و همزمان خدمتتون عرض بکنم که به پایان رسید. خب البته بازی پرسپولیس و شمس‌آذر و استقلال و گلگهر یه 20 دقیقه تاخیر داشت به خاطر اون افتضاحی که در قزوین بود و ورزشگاهشون یکی از پروژکتورهاش سوخته بود، اما در نهایت پرسپولیس در روزی که یه حریف جوان و دونده و چغر مقابلش بود 3-1 از سد شمس‌آذر قزوین گذشت. فکر میکنم حساس ترین بازی فصل پرسپولیس بود، چون بسیار روی این بازی زوم کرده بودن خدمتتون عرض بکنم خبرنگاران مختلف، رسانه‌ها و هواداران زیادی هم از پرسپولیس تو ورزشگاه بودن. بازی 1-3 با گل اورونو به نفع پرسپولیس بود. در نیمه آغاز نیمه دوم اشتباه محض مدافعان پرسپولیس این فرصت به شاگردان سعید دقیقی داد که گل مساوی رو بزنن و یه 10-12 دقیقه صدر جدول دست به دست شد، استقلال رب به صد. اما پرسپولیس میدونه که چجوری به بازی برگرده و خدمت از من مسعود ریگی اشتباه خودش رو جبران کرد و با یه ضربه دقیق و مرگبار توپ رو به قعر دروازه‌بان جعفرپور، دروازه‌بان شمس‌آذر فرستاد و در نهایت ضربه کاشته مهدی ترابی که با اشتباه محض دروازه‌بان شمس‌آذر که از میان پاهاش به دروازه رفت گل سوم و خدمتتون عرض بکنم پایان کار شمس‌آذر بود. 3-1 مغلوب پرسپولیس شد، اذیت کرد پرسپولیس و شمس‌آذر. اما میتونم بگم حرفه‌ای شاگردان عثمان به خصوص امید آلیشا، اومدن وحید امیری و خدمتتون عرض بکنم استون اورونوف، همکاری اورونوف و عیسی آل کثیر که پاس گل بسیار خوبی داد و خط بطلان کشید برای اینکه آقا این تو بازیکن مشکل دارن. عکس جام در اسم پرسپولیس و عکس پرسپولیس روی جام قهرمانی افتاد. 90 دقیقه دیگه مونده شنبه مقابل مثل رفسنجان، اگر بتونن اون بازی رو ببرن که دیگه کار تمومه و دبل میکنن در قهرمانی. و خدمتتون عرض بکنم الان با 65 امتیاز در صدر جدول قرار داره پرسپولیس. شاگردان عثمان همه چیز مهیای قهرمانی پرسپولیس، نه که بخوام من الان یه جورایی طرفدارانه صحبت بکنم، اما مطمئنم اگر هر تیمی به غیر از پرسپولیس تو اون جو سنگین ورزشگاه قزوین گل مساوی رو دریافت میکرد، مطمئنن نمیتونست خودش رو جمع بکنه. زدن 3 گل به تیم شمس‌آذری که این فصل گریبان خیلی تیم‌ها رو گرفته، تراکتور رو برده، با همین استقلال در قزوین مساوی کرده، سپاهان رو یقش رو گرفته و خیلی تیم‌های فولاد رو برده و کمتر تیمی مقابل شمس‌آذری تونسته مقاومت بکنه. تیمی که از لیگ 1 اومد بالا الان تو رده 6 و 7 جدول و نشون میده تیم بسیار خوبی بود، اما مقهور قدرت و حرفه‌ای پرسپولیس شد. پرسپولیسی‌ها نشون میدن که برای هر دقیقه برنامه دارن و خدمتتون عرض بکنم زمانی باید بازی با پرسپولیس تموم شده حساب کرد که داور سوت مسابقه رو، سوت پایانش رو زده باشه و یه چند دقیقه پرسپولیس تو بازی نبود، گل مساوی خورد، اما بازی برگشت و نسخه سعید دقیقی و شمس‌آذر قزوین رو کاملا به هم پیچیدند و خدمتتون عرض بکنم که الان در صدر جدول قرار دارن. در ورزشگاه آزادی استقلال در مصاف و گلگهر سیرجان خدمتتون عرض بکنم روی اشتباه محض مدافعان گلگهر روز به ششمی در دقایق پایانی نیمه اول تک گلشون زد. خوبم بازی کرد تیم گلگهر، فرصتایی هم داشت، اما نکته تاریک این مسابقه نبودن 5 بازیکن تاثیرگذار گلگهر هستش که به طور معجزه آزا و عجیب و غریبی مصدوم شدن. خیلی ها میدونن که ایجنت این بازیکن یه نفره و همون ایجنت با سرمربی استقلال هم داره کار میکنه. در نهایت اون بازیکن ها امروز نبودن. خلاصه استقلال هم بازی رو برده، در رده دوم قرار گرفت، اما باید منتظر این باشه استقلال که پرسپولیس اشتباه بکنه و استقلالی که در مساف با پیکان هفته آخر بازی خواهد کرد، پیکانی که دیگه نمیتونه خودش خیلی راحت و ساده بازی بکنه و خدمتتون عرض بکنم بازی رو بده، چون اگر بازی رو ببازه و فولاد بازیشو ببره این پیکانی ها هستن که به لیگ 1 سقوط میکنن و
پیکانم مطمئنا اگه بخواد خوش خدمتی بکنه رضا عنایتی و بازی رو برای استقلال در بیاره، پرونده مربیگریش بسته است و با هم به همراه پیکان به لیگ یک سقوط میکنن. خبر تاسف بار امشب سقوط نفت آبادان، تیم قدیمی ریشه دار فوتبال ایران که به لیگ یک سقوط کرد و این مدیران نابخرد و نالایقی که بر سر کار دارن در خوزستان کار میکنن چجوری یه تیمو با هواداران، این آبادان فقط هواداران و مردمش به بودن نفت آبادان زندن و امید دارن، این امید رو هم امشب ازشون گرفتن و نفتی ها به لیگ یک سقوط کردن. مبارک پرسپولیسی ها باشه و در نهایت پرسپولیس 90 دقیقه زمان داره خودش رو نشون بده و امضاشو روی جام قهرمانی بزنه و امید آلیشا شنبه شب بتونه در ورزشگاه آزادی در میان انبوه هواداران پرسپولیس جام قهرمانی رو بالای سر بره. شب روزتون خوش مردم ایران.